بیماری کرونا تدابیری رو اتخاذ کرده، محدودیت‌هایی رو در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه آموزشی داشته. همان ستاد کرونا با همان اولویت دادن به سلامت مردم و مبنا قرار دادن حفظ و حمایت و تأمین سلامت مردم، با توجه به شرایط امروز کشور، یعنی میزان تزریق واکسن‌های کرونا که میزان قابل قبولی رو داره کشور ما، البته من باز هم همین بهانه میکنم، خواهش میکنم که دوزهای تکمیلی رو هموطنان عزیزم حتما جدی بگیرن و تزریق کنن و پروتکل ها رو، یعنی رعایت ماسک رو داشته باشن، به طور خاص حالا ماسک رو. با شرایط امروز همان ستاد کرونا ممنوعیتی از حیث برگزاری حضوری کلاس ها نه در سطح مدارس نه در سطح دانشگاه ها در نظر نگرفت. البته در سطح دانشگاه ها پیش از این ستاد کرونا اعلام کرده بود که ممنوعیتی از منظر ستاد کرونا برای برگزاری کلاس ها وجود ندارد. خب دولت 13 پیش از این هم نشان داده اولویت اولش حفظ سلامت مردمه. با توجه به ابعاد سلامتی باید دقت داشت که ابعاد آموزشی و پرورشی و تربیتی هم به دچار مشکل نشود. ما دچار افت آموزشی، افت تحصیلی نشویم. آینده سازان کشور ما رو دانش آموزان و دانشجویان امروز ما تشکیل میدهند. لذا حتما وقتی که منعی از جهت ستاد کرونا وجود نداره، دلیلی برای عدم برگزاری حضوری کلاس ها وجود نداره. حالا اگر یه مشکل دیگری غیر از مسئله کرونا در دانشگاه یا در جایی باشه، طبیعتا اونجا هم باید مشکل از سوی مقامات زیرت برطرف بشه. هم رئیس جمهور به سازمان برنامه بودجه دستور دادن حمایت‌های لازم رو از مراکز آموزشی، هم آموزش پرورش آموزش عالی داشته باشن، هم وزرای مرتبط، وزیر محترم بهداشت، وزیر محترم علوم و وزیر محترم آموزش پرورش مستمر پیگیر حل تک تک مشکلات مراکز آموزشی ما هستند. طبیعتا این مشکلات جانبی ارتباطی با مسئله عرض بکنم که کرونا نداره. از منظر کرونا، ستاد کرونا که متولی امر هست و متخصصین امر هم اونجا در حقیقت تصمیم سازی و تصمیم گیری اصلی رو محورش هستن، من این رو از حیث برگزاری حضوری نداشتم. من تشکر هم میکنم از جامعه آموزشی کشور، هم دانش آموزان، هم دانشجویان عزیز، هم خانواده هاشون و هم معلمان و اساتید محترم دانشگاه که همه کمک کردن به نوعی و انشالله مستمر هم بیش از این کمک میکنن که این شور و شوق به مدارس و دانشگاه ها برگرده، ما بتونیم اون روند رشد علمی کشور رو مطابق فضای پیش از کرونا انشالله شاهدش باشیم. همان گونه که این سفرهای نوروزی برای همه ما شیرین بود و دلچسب بود به واسطه همین واکسن هایی که تزریق شد و مدیریت مناسبی که در حوزه کرونا صورت گرفت، قطعا بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هم اگر با مدیریت صحیح اتفاق بیفته، با همکاری و همیاری و همدلی خوب مردم عزیز و دولت مردان اتفاق بیفته، حتما برای هممون دلچسب و شیرین انشاءالله خواهد بود.